عرض سلام دارم به دوستان عزیزم. ناصر شاهین‌پر هستم. در جلسه گذشته به عرضتون رسوندم که سران سه کشور آمدن زیر تعهدات امنیتی و چوچه در سفارت انگلیس در تهران که کنفرانسی رو انجام بدن با مشاورین نظامشون، که این کنفرانس به کنفرانس تهران معروف شده. یادم نیست چه کسی یا چه کسانی موضوع مذاکرات این یکی دو روزه کنفرانس تهران رو هم به صورت یک کتاب در آوردند. من شاید 50 سال پیش این کتاب رو خوندم و ازش هنوز چیزایی یادمه، و خوندن این کتاب نشون میده که ارتش یعنی چی، جنگ جهانی دوم یعنی چی، و در مقایسه با این ارتشا ما چی بودیم و کجا بودیم، و این ضعف شدید ما همینقدر که موندیم و مستقل باقی موندیم جای شکرش باقیه واقعا. اینها تا اونجا که من یادم از اون کتاب، چون بنا نیست که اون مذاکرات اینجا مطرح شه، فقط برای گوش زد کردن عرض میکنم، اینها مقدماتی چیده بودن، به این دلیل آمده بودن که به همدیگه بگن، برنامه ریزی کنن برای ورود به اروپا، حمله به اروپا، چه چیزهایی لازم دارند، چه نفراتی، چه وسائلی، چه مقدار گلوله و توپ و تفنگ و تانک و چه و طیاره و کشتی و چه و چه، و اینها تا کی حاضر میشه. یکی دو تا از این ارقام یاد منه. یکیش اینی که مشاور نظامی آمریکا گفت ما برای اینکه به اروپا بیاییم و ادامه بدیم راهمون رو، به 12,000 پل متحرک موقت احتیاج داریم. 12,000. یکی دیگه از اشیای مورد نیاز 50,000 نفربر دریایی بود. همین جعبه های قایق مانندی که نفرات سرباز میشینن توش، کله هاشون رو دولا میکنن از کشتی تا ساحل بیان. ارقام اینقدر نجومی بود که آدم اصلا باور نمیتونه بکنه این اعداد ارقام رو. به هر حال در این کنفرانس قرار میشه که تمام این امکانات، تمام این مقدمات ظرف 7 ماه حاضر شه، و بعد از 7 ماه از چه نقاطی ارتش آمریکا، از چه نقاطی انگلستان حمله کنن به خاک اصلی اروپا، که این همون پروژه باربارا بود که در نورماندی و بعد در ناپل آمدند و رفتند و اون اتفاق افتاد که به هر حال ارتش نازی رو از اروپا به این ترتیب اینا بیرون راندند، حالا با چه تلفاتی، با چه وضعیتی بماند. این آقایون اینجا بودم. در پایان جلسه شون در اینجا مقامات ایرانی هم خیلی سعی داشتن که با اینها ملاقاتی کنن، شرح حال خودشونو بگن. اینها وقت نداشتن و به هیچ کس هیچ گونه اعتراضی نکردن و کار خودشونو کردن. حتی یکی از این شبها جشن تولد چرچیل هم بود و در محل سفارت چرچیل جشن تولد هم براش گرفتند، و باز داستان جشن تولد چرچیل و امکانات موجود در تهران اون موقع و اتفاقات خنده‌داری که رخ داد هم ظاهرا تو همون کتابه باید باشه، من جای دیگری نخوندم، احتمالا همونجا هست که یک بستنی درست میکنن به یک کاخ بسیار بلند، یک برج بزرگ بستنی سازه، یک لامپ وسط این بستنی این کار میگذره که این بستنی از بیرون نور بده، ولی مامورینی که اومده بودن این تشریفات رو دوزارن یه نیم ساعت زودتر این لامپ رو روشن کردن. موقعی که اومدن این بستنی رو حرکت بدن به طرف بسالا، به جای کک تولد بوده، حرکت بدن بستنی میریزه به خاطر اون لامپه که وسط بود. از این داستان ها زیاده توش بگذاریم. به هر حال اینا یک، حتی شاه ایران هم میره به این جلسه، و جز یک سلام علیک مختصر با هر کدوم از اینها موفق نمیشه که مذاکرات جدی با هر کدوم از این اشخاص داشته باشه به هیچ ترتیبی.
استالین بعد از پایان این کنفرانس میره به دربار ایران و مهمان گویا مهمان ملکه مادر میشه، یا در کاخ ملکه مادر از استالین پذیرایی میشه و خیلی دوستانه و خودمانی رفتار میکنه و میگه و میخنده و که در حقیقت یه جوری سر همه رو گول میزنه. بگذاریم. اعلامیه مشترک. رئیس جمهور کشورهای متحده آمریکا، نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی و نخست وزیر ممالک متحده انگلستان پس از مشورت بین خود و نخست وزیر ایران مایلند موافقت سه دولت را راجع به مناسبات خود با ایران اعلام دارند. دولت های مزبور کمک هایی را که ایران در تعقیب جنگ علیه دشمن مشترک مخصوصا در قسمت تسهیل وسایل حمل و نقل مهمات از کشورهای ماورای بحار به اتحاد جماهیر شوروی به عمل آورده تصدیق دارند. میتونستم تصدیق نداشته باشید، شما که گرفتید و دارید میارید میبرید. سه دولت نام برده تصدیق دارند که با در نظر گرفتن نیازهای سنگین که عملیات جنگ جهانی بر آنها تحمیل می کند و کمی وسایل حمل و نقل در دنیا و همچنین کمی مواد خام و سایر نیازهای کشوری، کمکهای اقتصادی خود را تا حد امکان به ایران ارائه دهند. باز اینجا می بینید که وقتی میگه که حد امکان، از صفر شروع میشه تا صد، حالا این حد امکان کجا کیه چیه معلوم نیست. یعنی این سیاستمدارا بلد بودن این واژه ها رو چجوری کنار هم دیگه قرار بدن که براشون تعهد آور نباشه. راجب دوره بعد از جنگ، دولت های سگانه با دولت ایران موافقت دارند که هر نوع مسائل اقتصادی که در پایان مخاصمات ایران ایران با آن مواجه باشد از طرف کنفرانس ها یا مجامع بین المللی که برای مطالعه مسائل اقتصادی تشکیل یا ایجاد می شود مورد توجه قرار گیرد. یعنی ما سه کشور از این بابت هیچ تعهدی نمی دیم. ما سه کشور باور داریم که وقتی که مخاصمات بین المللی تموم شد کنفرانس های جهانی تشکیل میشه که تمامی کشورهای جنگ دیده جهان در اونجا نماینده میفرستن و میگن که آقا ما در این جنگ چه آسیب هایی دیدیم و چه غراماتی باید به ما داده بشه و حالا این غرامات کی باید بده. اینا همه تو اون کنفرانس مشخص میشه. در حقیقت یعنی از محل غراماتی که از کشور آلمان قرار گرفته بشه. بله. دولت‌های انگلیس، ایالات متحده و شوروی در حفظ استقلال و حاکمیت و تمامی ارضی ایران اتفاق نظر دارند و تمایل خود را به مشارکت ایران با سایر ملل صلح دوست در برقراری صلح بین المللی و امنیت و سعادت بعد از جنگ بر طبق اصول منشور آتلانتیک که مورد قبول هر چهار دولت است استحضار دارند. این تنها ماده ای است که ارزش تاریخی داشت برای ایران که تمامیت ارضی ما رو تصدیق کردند و پاش باید بایستند. من همه اینایی که دارم به شما عرض میکنم تا کنون موفق نشدم گوشه یا یک تصویر مات کمرنگی از اوضاع اجتماعی سیاسی این دوره ایران رو براتون ترسیم کنم. به صورت پراکنده مطالبی گفته شده که اگر اینا همه کنار هم دیگه قرار بگیره جمع‌بندی بشه ببینیم چی میشه. من با تأکید بر این موضوع یک بار دیگه میخوام این شرایط رو تکرار کنم. اول، بازگشت سران ایلها و عشایر به منطقه خودشون.
در زمان رضا شاه رؤسای ایلات عشایر، اونایی که کشته شدند و تیرباران شدند و چه و چه هیچ، بقیه در تهران گروگان بودند. با رفتن رضا شاه اینا آزادی عمل پیدا میکنن که برگردن برن به محل ایلشون که چه بکنند، که افراد ایلشون رو جمع کنند، اسلحه قاچاق بخرند، اسلحه‌ای که از خود ارتش به غارت رفته و اسلحه‌ای که سیلش از مرزها داره میاد، حالا جنگ دیگه، که زمین‌های از دست رفته رو پس بگیرن، املاک از دست رفته رو، املاک مصادره شده رو، املاک ضبط شده رو پس بگیرن. دو، بیرون آمدن روحانیون از زوایای خودشون. اون فشاری که روی جامعه روحانیت بود، این آقایون مجتهدین، واعظین، آیت الله ها، هفت سوراخ ها زمان رضا شاه رفته بودن توش قایم شده بودن، اینا دو مرتبه به صحنه سیاسی برمیگردند. من اینجا مسئولیت این رو، چرا؟ برای اینکه در خیلی از کتاب‌های تاریخ دیدم که محمد رضا شاه نوشتند محمد رضا شاه به آخوندها میدون داد. این محمد رضا شاه نبود که به آخوندها میدون داد، این محمد رضا شاه بود که میدید افکار عمومی ایران، مردم ایران از این آخونده داره پیروی میکنه و برخلاف این جریان آب نمیشه شنا کرد. بلافاصله بعد از رفتن رضا شاه، یه مثال میزنم، آقای خویی یه نامه می‌نویسه به شاه که حالا که وضع اینطور شده اجازه بدید من برگردم به وطن. ایشون در نجف اونجا ها بوده. شاه این نامه رو میده به دولت، میگه هر طور تصمیم دارید عمل کنید. دولت اجازه میدن که آقای خویی برگرده. حالا میتونه آقای خویی برگرده بره خونهش، ولی این چنین نبود. رادیوی ایران خبر اول برنامه صبحگاهی خبرش این بود که حضرت آقای آیت الله قمی در قصر شیرین قدری نشستند، استراحت فرمودند، قلیان کشیدند، چای میل فرمودند و به سفرشون به طرف همدان ادامه دادند. اخبار زور، حضرت آیت الله قمی در مقابل شور و هیجان و استقبال مردم در مثلا فلان منطقه فلان ده براشون قالی پهن کردن، نشستن، قلیان کشیدن، استراحت کردند و به راهشون ادامه دادن. قدم به قدم رادیوی تهران خبر خط سیر سفر ایشون رو داره میده. این هیجان در تهران سبب میشه که برای آقای خویی تاق نصرت ها ببندن، گاف ها و گوسفند ها بیارن قربانی بکنند. چه شده؟ این ماییم، این ما مردمیم که اینو دوست داریم، اینجوری دوست داریم. بیرون آمدن سیاستمداران خانه نشین. خیلی سیاستمدارانی بودند که خودشون احساس میکردن که آدمای ملی هستند و دوره کار کردن نیست الان، یا حداقل اگه بیان تو وسط و کار بکنن به سرنوشت این و اون دوچار میشن، زندان میفتن، کشته میشن. خانه نشین شده بودند. حالا اینا آمدن تو صحنه سیاسی. اون چه که زیر سایه همه این اتفاقات بود این بود که این متفقین، این روس و انگلیس، به طور قطع باور داشتند که خطر فاشیسم به زودی ایران رو میبلعه. این نبوده که بهانه کنن که چند تا کارگر آلمانی اینجا هست، اینا رو بیرون کنید، ما هم دست از سر شما برمیداریم. نه، اون یه بهانه دیپلماتیک بود. اونا اطلاعاتی داشتند
از این سرتیب سر لشکرهایی که حالا میگن بگیرید بکنیم زندان، اینها با ارتباط با آلمان هیتلری بنا داشتند که در ایران کودتا بکنند. حالا این نظریه سفارت انگلیس ها باز چقدر درسته چقدر غلطه، میخوام اینو بگم که این طرز فکر حاکمه بر اعمالی که امروز آقایون دارن انجام میدن. اینا کودتا کنن به یک حکومت طرفدار آلمان در ایران به وجود بیارند. یک سو، از سوی دیگه خطر دیگری رو هم که سفارت آمریکا حس کرده بود که معقول‌تر از اونهای دیگه فکر میکرد، اینطور از خطر فاشیسم و نازیسم و این حرفا بهش بهانه میداد، گزارش سفیر آمریکا بود که خطر کودتای نظامی نظامی‌های طرفدار آلمان علیه رضا شاه و قصب حکومت خطر. یک گزارش دیگه از طرف سفارت آمریکا، خطر یک انقلاب بزرگ طبقاتی، که این رو هم سفیر انگلیس و هم سفیر آمریکا در دوران پایان سلطنت رضا شاه این خطر رو احساس می‌کردند. خب بدیهی است به دلیل اینکه برخلاف اون چیزی که ما در دوره محمد رضا شاه دیدیم که کوشش شد که طبقه متوسط توسعه پیدا بکنه، اون موقع اون مالکین بودند و بعدم اون نوکیسه های صاحب صنعت که به ثروت رسیدند و بقیه تهی‌دست و تهی‌دست، یعنی مملکت به دو طبقه تقسیم شده بود. وقتی مملکت به دو طبقه تقسیم میشه معلومه که طبقه کارگر و تهی‌دستش به یه نقطه‌ای میرسه که دست به شورش میزنه، انقلاب میکنه. اون چیزی که حایله طبقه متوسطه که هرچی این گسترش پیدا بکنه امنیتی بیشتری در جامعه به وجود میاد. حالا به نفس عدالت من کاری ندارم، مطلب دیگری است، جای دیگری باید داشت صحبت شه. در این وضعیت، در چنین شرایطی، شاه چه کار کرده؟ اقدامات شاه چی بوده؟ نشان دادن چهره دموکرات از خودش، وفادار به قانون اساسی، نشان دادن عدم رضایت از استبداد پدرش. چرا؟ برای اینکه شروع کرد به رضا شاه زدائی در ایران شخصا خودش، به این معنی، به این شکل، واگذاری قسمتی از املاک پهلوی به دولت که این املاک به صاحبان اولیش پس داده شود. در کنار همه اینا، اینا همه به خاطر این است که محبوبیتی بین ملت به وجود بیاره برای خودش. ولی میدونه قدرت نهایی دست کیه؟ قدرت نهایی فعلا دست سفیران روس و انگلیسه، در نتیجه جلب حمایت سفیر انگلیس و روس. حتی اینجاست که میبینیم که در مقابل دستور متفقین که سپهبد بادبانقلی، نمیدونم زاهدی، کی آقفلی رو میگن دستگیر کنید، دولت هم دستگیر میکنه تحویل میده، شاه سکوت میکنه چون رضایت متفقین براش اولویت داره. فعلا برگرداندن مسئولیت پارلمانی به وکلای مجلس، این به این معنی است که وقتی وکیل بدونه که مسئولیت پارلمانی داره، اگه حرفی بزنه نمیان با دکنک از مجلس بندازنش بیرون، بعدم ببرن محاکمش کنن، هزار بلا سرش بیارن، جرأت بکنه که حرف بزنه. و اوسط این حرفا خیلی چیزا بیرون میاد که ممکنه به زیان دربار باشه، به زیان شاه باشه. واگذاری تعیین نخست وزیر به مجلس، یعنی کنترلی که دربار روی کل سازمان بروکراسی مملکت داشت رو میده به مجلس. این نخست وزیرم مجلس باید تعیین کنه، رضا شاه شخصا خودش دستور میده رئیس دفترش که فلان آدم بیایید برو نخست وزیر شو،
به مجلس کاری نداشت. این تغییرات عمده تو مملکت رخ داده، اما پس دادن موقوفات به روحانیون به اعتقاد من محمد رضا شاه با این کار گور خودشو کرد. پس دادن موقوفات به روحانیون یعنی روحانیون رو برگردون به اون قدرت مالی لایزالی که باش هر کاری میتونن بکنند و کردند. محمد رضا شاه حتی اون القاب اشرافی مسخره ای رو هم که رضا شاه به درستی ممنوع کرده بود از دانته آزاد کرد، که هر که هر لقبی بخواد رو خودش بذاره بذاره، که همینطور هم شد که مثلا آقای صدرالاشراف اسم خودشون یه داشت یا بعضی ها یه داشتن. در کنار تمام این اقداماتی که در جهت دموکراسی شاه داره جلو میره، متوجه یک نکته هست، اون است که این مملکت یک ارتش لازم داره که در درجه اول این ارتش باید نیاز شخص شاه رو برآورده کنه. من اگر یه ارتشی داشته باشم که این ارتش در درجه اول از من حمایت کنه و در درجه دوم اینقدر قدرت داشته باشه که از مرزهای مملکت حمایت کنه، در نتیجه به دنبال ایجاد تو این فقر و فلاکت و بدبختی، او ایدئالش ایجاد یک ارتش 500 هزار نفره از همین سال بود. حالا برای جلب وفاداری ارتش نسبت به شخص شاه هم باید اقداماتی بکنه. تماس دائم با سران ارتشی ها، درجه ارتشی ها رو شخصا خودش میداد، سرگوشی ها رو شخصا خودش میداد، از سرگرد به بالا هیچ کس حق نداشت کسی به کسی درجه بده، همه رو شاه خودش میداد. چرا؟ میخواست رو در روی رو ببینه و اون ببینه که شاه این درجه رو بهش داده. افسران فراری که در موقع حمله قشون نظامی به ایران پادگان ها رها کردن، فرار کردند، که سبب شد پادگان ها غارت شه، خب اینا خیانتکارند. دولت های بعدی اینا رو شناسایی کرده، میخواد محاکمه کنه، شاه جلو اینا رو گرفت، گفت اینا حق داشتن فرار کنند، مجبور بودن فرار کنند، محاکمه شون نکنید. به هر شکلی به هر استدلالی نگذاشت که دولت ها افسران فراری آغاز اشغال نظامی رو، که اون عمل بسیار بسیار از نظر ارتش ننگین بود، اون هم یک افسر نه یک سرباز که خانه گرفته، ماشین گرفته، باقی الاغی گرفته، پول زیادتر از دیگران گرفته، که در یه لحظه ای یه کاری بکنه، درست در همون لحظه بذاره فرار کنه بره، خب این خیانت عظیمیه. ولی خب اینو جلوی محاکمه اینا رو گرفت شاه، و به این ترتیب حس وفاداری نظامی ها رو نسبت به خودش محکم و محکم تر کرد. چانه زنی بر سر بودجه ارتش هم با دولت ها پیوسته داشت و یه سهمی از امکانات مالی مملکت رو صرف خانه سازی، اضافه حقوق، تسهیلات فرهنگی، تسهیلات بهداشتی برای ارتشی ها می کرد. شاه در دربار دو دستم مشاور داشت، یک سری مشاوران نظامیش بودند که پیوسته به شاه ترغیب میکردن که شما باید مثل رضا شاه حکومت کنی، شما حکومت بگیری، قبضه کنی، بزنی تو سر همه اینا، همه رو خفه کنی، این چه مملکتیه؟ چرا این روزنامه این حرف زده؟ چرا اون روزنامه این مطلب رو نوشته؟ چرا جلوی اینا رو نمیگیری؟ دل از رد. یک گروه مشاورین سیویل داشت که اونها شاه رو ترغیب میکردن و تشویق میکردن که این روش دموکرات رو به اصطلاح ادامه بده و با روش دموکراتیک شاه باشه و جلو بره و این مشکلات و این مسائل به تدریج میخوابه. در این ماجراها انتخابات مجلس 14 میشه، مجلس 13 که رضا شاه ساخته بود، ایاتون باشه،
و به خاطر اشغال نظامی و عدم امکانات رأی‌گیری نمیشد تجدیدش کرد. فروغی ادامهش داد. حالا دورش به پایان رسیده و مجلس 14 باید انتخابات بشه. سهیلی نخست وزیره. سهیلی اعلام میکنه که ما باید تمام قدرت و تمام نیرون رو بگذاریم که یک انتخابات آزاد و سالم انجام بشه. من به شما میگم انتخابات آزاد و سالم با هم دیگه فرق دارند. آزاد در این است که هر کسی بتونه خودشو نماینده کنه و هر کسی هم به هر کس دلش خواست بتونه رأی بده. اما این ممکنه سالم نباشه. به این معنی که یه مالکی 5000 تا 6000 تا زاره داره و بره به گاری و کامیون و اتوبوس و هرچی هست ورداره ببره، زاره اینشون رو با شناسه‌هاشون رو ورداره، یکی یه ورقه رأی هم دستشون بده بگه آقا برید به من رأی بدید و این زاره این هم از ترس ارباب برن بهش رأی بدن. این هم ناسالم بودنشه در حالی که آزاد هم هست مثلا. بنابراین خیلی سخت بود که انتخاباتی انجام بشه که هم آزاد باشه و هم سالم باشه. در مورد سلامت انتخابات در ایران گفتگوهای بسیار زیادی انجام شد و یک کسی که دنبال سلامت انتخابات بود دکتر مصدق بود از جوانیش و معتقد بود که این گروه بی سواد که میشه گروهشون رو آورد پای صندوق رأی، رأی اینا ارزش نداره و باید یه شرطی گذاشت و ایتالیا رو هم مثال میزد، بگو در ایتالیا هم بی سوادها از دادن رأی محرومند، ما باید بی سوادها رو از دادن رأی محروم کنیم، که بالاخره بعد از چونهای بسیار زیاد پیشنهادش این بود که یک بی سواد با یک با سواد که محرمشه همراهشه فامیلشه بره در حوزه رأی گیری، آزاد باشه که رأی مخفی بده، این به اون با سواد بگه که من میخوام بگم حسن علی جعفر و اونم بنویسه حسن علی جعفر این بزن صندوق پست، که البته اعتباری نداره، باز ممکن بود اون آدم بی سواد بگه که آقای ارسنجانی و اونم بنویسه آقای ارکانی مثلا و بزن صندوق. این امکان هم همیشه وجود داشت. با توجه به تلاشی که شد که انتخابات در ایران آزاد باشه، ما میدونیم که مناطقی که زیر نفوذ روسا بود روسا روش اثر گذاشتن، مناطقی که زیر نفوذ انگلیسا بود اونها روش اثر گذاشتن و یه معجونی در اومد، اما تهران تونست انتخابات خودش رو انجام بده و نمایندگان تهران با اثرگذاری بسیار کمتری از این نیروهای خارجی نماینده هاشو انتخاب کرد و فرستاد. نمایندگان تهران عبارت بودند از نماینده اول تهران بود دکتر مصدق، محمد صادق طباطبایی. این محمد صادق طباطبایی پسر همون آقای آیت الله طباطبایی صدر مشروطه است، آقای حسین پیرنیا، سید رضا فیروزآبادی، سید احمد بهبهانی، دکتر جلال عبدو، دکتر رضازاده شفق، علی دشتی، عباس مسعودی، مهندس غلام علی فریور، محمد رضا تهرانچی. بله، آقای طباطبایی هم به حکم سابقه پدرش و احترامی که در جامعه داشت شد رئیس مجلس. در مجموع در این انتخابات حزب توده موفق میشه که 10 به مجلس بفرسته. این 10 خیلی مطبوعات نمیدونم تاریخ نویسا نوشتن به دلیل وجود ارتش سرخ در ایران بود. بله اون یک عامل بود ولی همه عوامل نبود. توسعه این حزب، گسترش این حزب در بین طبقات پایین جامعه از نظر مالی و طبقات اشرافیت فکری مثل اساتید دانشگاه، معلمین، افراد عالی رتبه وزارتخونه ها، نمیدونم دانشجوها، اینا همه رو بودن توده‌ای شده بودند، چون فکر کردن که روشنفکری اون وره
شما نگاه کنید ببینید که تمام نویسندگانی که شما میشناسید، تمام شاعرانی که میشناسید، این در این تاریخ عضو سوده بودن. مثل فریدون توللی، حالا بزرگ علوی که از اول توده ای بود، صادق هدایت گرایشی به اینها داشت، صادق چوبک همینطور. هر کسی که نگاه کنید از نویسندگان ببینید که با اینا وابسته بودند، همش دلیل حضور نیروهای خارجی نبود. این گسترش رو باید زیر ذره بین بگذاریم، مطالعه کنیم و ببینیم که چرا این گسترش رو داشت. اگه موفق شیم این کاری میکنیم. بله، گسترش حزب بین دانشجوها، اساتید دانشگاه، دبیران، هنرمندان، نویسندگان و کارگران. ببینید، هم کارگر، هم هنرمند و نویسنده، هم استاد دانشگاه، اینا همه رفتن پیوستن به این حزب. وقتی که شما بخوای ارزیابی کنی که این حزب، این تشکیلات، این جامعه، هرچی هست چقدر طرفدار داره، خب میشه از جمعیتی که میاره بیرون یا جمعیتی که خودشون به دلیلی میان بیرون و یه مطلبی رو ابراز میکنن میشه فهمید دیگه. حالا اون سلیمان میرزای اسکندری که یکی از مؤسسین حزب توده بود در همین تواریخ مرده و بزرگترین تشییع جنازه‌ای که تهران تا اون تاریخ به یاد نداشت انجام میشه. بین 15 تا 20 هزار نفر از تهران تا اون قبرستون‌های شهر ری اونجاها دنبال این تابوت میرن. این جمعیت زیادیه برای اون موقع تهران و این جمعیت زیادیه برای یه طرز تفکر، یه ایدئولوژی. بله، ما سالهای بعد که همه چی عوض شد، مهوش هم مرد، 500 هزار نفر هم تشییع جنازه‌اش کردند، ولی اون مهوش بود. این یه مطلب حزبی و ایدئولوژیک و فلسفیه. این میزان جمعیت یا سالگشت ارانی سر قبرش، اگر دولت بود اتوبوساشو میذاش مثل حالا که این کارا رو میکنن، چنین چیزی که نبود، که مردم خودشون رفتن سر قبر ارانی برای یادبود اون و احترام به او. این حرفا جمعیت بیش از 10,000 نفر در اونجا جمع شد. اینها نظر دنیا رو به خودش جلب کرد و اونقدر که دنیا رو از پیشرفت کمونیسم در ایران بترسونه عمل کرد این کارها و اثر گذاشت. باحال، بعد از انتخابات سهیلی به رسم پارلمانی میبایست که استعفا بده و دو مرتبه مجلس بهش ابراز تمایل کنه و این بیاد برنامه جدید رو دولت بنویسه و دو مرتبه نخست وزیر شه. ایشون اون رسم رو انجام میده، استعفا میکنه، ولی مجلسی که بهش رأی اعتماد نمیده. بله، و ساعد رو دعوت میکنن مجلسی ها به نخست وزیری. در این دوره ما پدیده هایی در جامعه ایران میبینیم که برای اولین باره و ذکرش جالبه. حالا اینی که میگم برای اولین باره، یک غلط تاریخی نگفته باشم، من میخوام راجع به اعتصاب حرف بزنم. بله، اعتصاب در زمان رضا شاه هم اتفاقا در اصفهان به وقوع پیوست، ولی آنن سرکوب شد. این بار تمامی کارخانجات اصفهان بدون استثنا اعتصاب کردند و خواسته هاشون رو بیان کردند که عبارت بود از کاهش ساعت کار، بالا رفتن دستمزد و اصلاح وضعیت کارخانه و امور بهداشتی فضای کاری و چوچه. این اعتصاب 3 هفته طول کشید و کارگران به خواسته های خودشون رسیدند. یعنی کسی نرفت اینا رو سرکوب کنه.
حالا در چنین شرایطی، در چنین وضعیتی، اتفاق دیگری در مملکت میفته که منشأ تحولات بعدی و بعدی و بعدی میشه که این رشته دیگه سر دراز داره. اون است که معاون وزارت امور خارجه اتحاد شوروی آقای کافتارادزه میاد به تهران و رسما از مقامات دولتی ایران تقاضای امتیاز نفت شمال رو میکنه. هفت ماه پیش از این تاریخ که آقای کافتارادزه بیاد به ایران، دولت‌های آمریکا و انگلیس به دولت ایران پیشنهاد داده بودند که حوزه‌های نفتی کرمان، سیستان و بلوچستان رو بیایید یک قرارداد ببندیم، یک امتیازی بدید به ما که ما شروع کنیم به استخراج نفت و تفحص و نمی‌دونم پیدا کردن نفت و بعدم استخراج. اون موقع جواب دولت ایران این بود که ما در زمان جنگ می‌خوایم سعی کنیم که هیچ گونه امتیازی ندیم و موکول کنیم به بعد از جنگ. در مخالفت با پیشنهاد امتیاز نفت جنوب که در حقیقت امتیاز نبود، در حقیقت نوعی توسعه حوزه‌های نفتی بود، آقای دکتر رادمنش عضو حزب توده و نماینده مجلس در مجلس سخنرانی طولانی کرد و با این امتیاز مخالفت کرد و گفت اگر ما چنین امتیازی امروز به یک کشور خارجی بدیم 50-60-70 سال باید بنشینیم پشیمانی بکشیم و گریه کنیم و اشک بریزیم و دیگه هم فایده ای هم نداره و همون بلایی سرمون میاد که بر سر امتیاز دارسی اومده. آقای کافتارادزه هفت ماه بعد از ایشون، بعد از این انگلیس و آمریکا، آمده امتیاز آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان، سمنان و تمامی شمال خراسان رو میخواد. با چه شرایطی؟ فیکس، مطابق امتیاز 1933 رضا شاه به انگلیس. قرارداد ایران و انگلیس در 1932 یا 33 چه بود؟ من میدونم که از 28 مرداد به این طرف مقالات و گزارشات و نمازشات تاریخی و حفا که جنبه تبلیغاتی داشته رو این زیاد نمیشه شده و یک خصلتی هم ما ایرانی ها داریم، اگر تصمیم گرفتیم که با یه چیزی موافق باشیم و با یه چیزی مخالف باشیم، اگر قرار ما با یک چیزی، با یک پدیده موافق باشیم، به هیچ وجه نمیخواییم که این پدیده رو با نگاه نقدآمیز هم بهش نگاه کنیم، به یه گوشه‌ای شک کنیم، بگیم خوب بودا اما اینجاش یه خورده اشکال داشت، کاش اینطوری نبود. نه، در بست این رو مقدس میکنیم. من ده‌ها بلکه صدها مقاله در جراید ایران دیدم راجع به قرارداد 1933 که شاملش این تعریفی میشه. من وقت زیادی ندارم ولی مجبورم شروع کنم این داستان رو. من 5 دقیقه فقط وقت دارم. ما میدونیم که قرارداد دارسی عبارت از این بود که این آقایون بیان نفت ما رو استخراج بکنن و 15% سود خالص اونچرا که از زمین در میاد و میبرن میفروشن بدن به ما. ما اینو قبول کرده بودیم اما هیچ شرطی نذاشته بودیم، هیچ قاعده‌ای نذاشته بودیم که شما چند بشکه یا چند تن نفت داری در میاری و درصد اون چقدره، چند میفروشی، با این چه کار میکنی.
ما یه روز متوجه شدیم که کلاه سرمون رفته. اینا همه رو نادانی بود. اون طرفی که ما دود این قرارداد نوشته بود آدم دانایی بود، بلد بود چجوری سر ما رو کلاه بذاره. ما بلد نبودیم از حقوق خودمون درست دفاع کنیم، یا خائن بودیم، نمیدونم هرچی بودیم. ما یه روزی متوجه میشیم که این قرارداد دارسی فوق العاده قرارداد ذلت بار و بدبختی آور و نکبت باره و به ما توهین شده، حتی علاوه بر دوزی که متوجه شدیم مالیاتی که این شرکت نفت به دولت انگلستان میده از 5 برابر حق الامتیازی که ما میگیریم بیشتره. خب فهمیدیم کلا سرمون رفته دیگه، فقط یه عدد گیرمون اومد، وگرنه ما هرگز هرگز نفهمیدیم که این شرکت نفت چند تن نفت در میاره. تعریفم این بود که این نفت تا زمانی که زیر زمینه مال شماست، همچی که از سطح زمین 1 سانتی متر اومد بالا دیگه مال ماست، شما فقط حق امتیاز بگیرید. این حق امتیاز رسید به 800,000 لیره، 1,000,000 لیره، 900,000 لیره در سال تا 1933-1932 به ما میدادند. رضا شاه در خب می‌خواست کارهای عمران بکنه، کارهای اصلاحی بکنه، راه هم بکشه، جاده بسازه، چه پل بسازه، این کارا رو می‌کرد دیگه. برای این کارا پول می‌خواست دیگه. چقدر می‌شد مالیات قند شکر از مردم گرفت؟ یک ممر عایدی هم بود که درآمد ایران رو از مسیر نفت بیشتر بکنه. در نتیجه به هیئت دولتش این رو مطرح کرد. اتفاقا در همین اوان دولت انگلستان یا شرکت نفت ایران انگلیس اعلام کرد که ما امسال و سال آینده نمیتونیم حق الامتیازی که به دولت ایران میدادیم پرداخت کنیم. قیمت نفت در دنیا پایین اومده، مصرفش هم پایین اومده، ما شاید بتونیم 1/3 مبلغ قبلی رو به دولت ایران بدیم. این دیگه شاه ایران و دولت ایران رو به شدت برآشفته کرد. خب اون آقای تیمورتاش بدبخت مأمور میشه که بره با انگلیس ها مذاکره کنه بر سر همین قرار داد. انگلیس ها میبینن که این از اون قبلی ها یه خورده داناتره، یه خورده بیشتر سرش میشه. حقیقتا هم این بود، اون آدم تحصیل کرده ای بود و میفهمید داره چی میگه. مذاکرات با ایشون رو ناتمام میگذارن با زرنگی، با زیرکی و مکول به مذاکرات بعدی میکنن و ایشون رو روانه میکنن. اما از نقطه ضعف آقای تیمورتاش هم استفاده میکنن که میدونستن این آدم نقطه ضعفش خانوم ها هستن، یه منشی بسیار زیبایی سر راهش قرار میدن و اون منشی کیف و چمدون حاوی اسناد مذاکرات رو در راه آهن روسیه سبب میشه که گم شه و ایشون دست خالی میاد و تعبیری به خیانت میشه و بالاخره به اون سرنوشت مبتلا میشه و میره. یعنی در حقیقت تیمورتاش فدای نفت میشه. رضا شاه میبینه که کار به جایی نرسید، به نخست وزیرش میگه که آقا من فردا میام تو هیئت دولت سرزده، شما بدونید من تحکم میکنم، فوش میدم، عصبانیت نشون میدم که هیئت دولت بجومه که این نفتو بره دنبال کنه به یه جایی برسونه. حالا نیست خودش هم زبان نمیدونست، این کارا رو واگذار میکرد به وزرایی که زباندان هستند و فقط میتونه اینا رو پوششون کنه دیگه. این تاکتیکش این بوده. وقتی که نخست وزیر داشت ازش جدا میشده گفته ضمناً به آقای تقی‌زاده هم بگید این نکته رو که اگه من فوش و بد بی را میگم ایشون بهش بر نخوره. تا اینجا داشته باشید، من وقتم تموم شده. بقیه مطلب رو میذارم برای جلسه بعدی که داستان قرارداد 1933 رو به درستی برای شما تعریف کنم. فعلا شب روزتون بخیر.